آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند. شب و روزای بی کسی نشستن که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. سال که شود روز جمعه جمع شویم دعای ندبه بخوان. منتظران و ندبه خوانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفرور نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. آیا صبح نزدیک نیست؟ و این صبح امید است که با ندبه خوانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح قریب. دعای ندبه با داستان انبیای الهی آغاز میشه. چهارمین پیامبری که در دعای ندبه بهش اشاره میشه حضرت موسی علیه السلام. وقتی فرعونیا دوچار بلا و گرفتاری می شدن، می اومدن پیش حضرت موسی حجت زمانشون و به موسی علیه السلام می گفتن تو به درگاه خدا دعا کن تا این بلا از ما برداشته بشه. ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک. این آیه خودش یه گواه روشنیه بر این که توسل به ولی خدا و واسطه کردن آبرومندا به درگاه خدا یه اصل قرآنی و مورد تأیید قرآنه. اینا میمدن پیش موسی، از موسی میخواستن بابا ما وهابیت ملعون میگه نرید پیش پیغمبر خدا بخواید، نرید پیش امام، اینا شرکه. قرآن داره میگه کفار میمدن پیش موسی، به موسی کلیم عرض میکردن که با اینکه ما کافریم، ما قبولت نداریم، دین تو را مثلا به دینت هم ایمان نداریم، اما میدونیم حرف تو پیش خدا اثر داره، تو بخواه خدا. چه جوری خدا به اینا بگه بی شعوریشون رو که ولی الهی نزد خدا مقرب است، حرفش در حقیقت حجت است، وساطتش شفاعتش مقبول است، دعاش مستجاب است، چه جوری بگه خدا به اینا؟ اینجا ببینید کفار بیان در خونه موسی بگن موسی ما بدیم، الانم عذاب ما، ولی میدونیم این فقط با شفاعت و بساطت تو پیش خدا حل میشه. کفار فهمیدن با همه عنادشون، اینا نفهمیدن. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. انشاءالله خدا ما رو حفظ بکنه، به اونجا کشیده نشیم، ممکنه ما هم تو بعضی از مراتبش نعوذ بالله گرفتار باشیم. بعضی‌ها این شبهه رو مطرح میکنن، میگن واسطه کردن اولیاء خدا درسته، اما اون موقع که مردم به حضرت موسی یا حجت زمانشون متوسل میشدن، حضرت موسی یا اون ولی خدا حجت خدا یا پیغمبر زنده بودن، اما الان انبیا و اولیاء خدا از دنیا رفتن و شماها دارید به مرده ها متوسل میشید. جوابش قرآن داده، فرموده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اونایی که در راه خدا از دنیا میرن کشته میشن و نگیر اینا امواتن، اینا مردن، مرده نیستن، اونها زندن. زنده یعنی چی؟ یعنی اینکه صاحب اثرن تو این عالم. یکی از معانیش اینه، یعنی روح مقدسش به درگاه خدا میتونه واسطه باشه. اون چیزی که در کلمات امام زمان علیه السلام اومده، چون جملاتی دارم که تو بلاها به هر حال پناه به ما بیارید،
یه تعبیری داره حضرت که بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی، واسطه من هستش که بلا از اهل من، خانواده من و کسانی که منصوب به من هستن و شیعیان من دفع میشه. بدون تردید امام زمان علیه السلام به تک تک شیعیانش، محبینش، پدرانه نظر داده و نگاه میکنه. تو بلاها خیلی بجا هستش، به خصوص در آخر زمان که بلاها مستمر و خیلی متکثر هستش، شیعیان توجهشون به امام زمان خیلی بیش از این میشه. واقعا جوری هستش که استغاثه کنن به حضرت، نماز استغاثه به حضرت حجت علیه السلام بخونن. خیلی بجاست که نگاه شیعه تو این بلاها به امام زمان علیه السلام به عنوان پدر امت باشه. به هر حال امام حی ما هستش و اگه به همه معصومین هم شما بخواید توسل بکنید، نهایتاً از کانال حضرت داده میشه. یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا عباس اختیاردار عالم هستی امروز امام زمان علیه السلام، هر کس به هر بزرگواری برای حاجتش متوسل میشه، حاجتش رو حواله میدن به آقا صاحب الزمان علیه السلام. اون آقا باید امضا کنه تا حاجت ها روا بشه، چون صاحب عالم امروز امام زمان علیه السلام. اگر تو زندگیت حاجتی داری، برو در خونه حجت ابن الحسن. امروز نماینده خدا روی زمین این آقاست، حجت حی خدا حضرت مهدی. فلذا بیشترین توسل ما باید به اون آقا باشه. هیچ میدانی معجزه ابراهیم، دم احیاگر عیسی و ید بیضای موسی همه در نزد امامان بعد از پیامبر خاتم است. یا مولا یا عباس.